زکات به کی داده شوه؟ ای هم یکی از بحث های بسیار کلان از بین عزیزای ما، متنای ما که معمولا متردد می باشند که بری زکات بتم، بری زی نتم. اگر میره استاد واضح بگین که کدام اشخاص افراد مستحق گرفتن زکات است و برشان باید داده شوه، کدام اشخاص افراد باید بر زکات داده نشه، کی را دوستان متوجه باشند؟ بسیار عالی. ببینید ما افرادی داریم که بنا زکات درست نیست. نیست. در اسلام مشخص است. مثلا زکات برای پدر درست نیست، برای مادر درست نیست، برای پدر کلان درست نیست، برای مادر کلان درست نیست، هر قدر بالا داره. بله. و زکات شوهر برای خانمش درست نیست. بله. چرا؟ به خاطر اینی که به اصطلاح مسئولیت خانم اولادا به گردن شوهر است. بله. اگر قرار باشه زکاتش به اینا بده خوره به جای نفقه اینا به اینا مصرف میکنه، خلاص. بله. بازم هم هیله بازی میشه، جنجال میشه. بله. بله. بنابراین زکات شوهر برای خانمش و اولادایش که در داخل خانهش هستن درست نیست. نباید بینا زکات بده. بله. اما برعکس قضیه، اگر مثلا شوهر فقیر است، محتاج است، قرضدار و پریشان است، خانم طلا داره و خانم میتونه زکاتش برای شوهرش بده. بله. البته شرطی که باز هر روز به سرش منت نگذاره که تو از پول زکات من بالاخره کت و کلان شدی. یک جنجال دیگه جور نشه داخل خانه. بله. خانم میتونه که زکات طلایش یا زکات پولش برای شوهرش بده در صورتی که شوهرش قرضدار و فقیر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه نفقه شوهر بالای خانم لازمی نیست، اما از خانم بالای شوهر لازمی است. بعدی از عزیزای ما پرسان میگن که ما برای پدر و مادر خود زکات بدیم، برای برادر و خواهر خود زکات بدیم. برای برادر و خواهر در صورتی که جدا از شما باشند، مستقل زندگی کنند و فقیر باشند جواز داره، مشکل نداره. اما برای پدر و مادر درست نیست. نیست، مناسب نیست که یک انسان زکات خود برای والدینش بده. چرا بعد از اصل سرمایهش برای پدر و مادرش مصرف نکنه؟ بله. و پدر و مادری که تمام زندگی و حیات خود فدای فرزند کرده و امروز فرزند بگه والله من زکات خود برای پدر و مادر خود، این بسیار توهین است برای پدر و مادر. نباید چنین دیدی داشته باشیم. ما بسیار متاسفانه سوال میکنن از ما اگر ما زکات خود رو برای والدین خود بدیم، وقتی تو اینقدر سرمایه داری، خدا برای سرمایه داده که تو واجب الزکات که زکات بپردازی، چرا باید برای والدین زکات بدی؟ چرا از اصل سرمایه برایشان مصرف نکنی؟ در حالی که قرآن برای ما صریحا میگه که یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. اگر از تو در مورد انفاق در راه خدا سوال میکنن، بگو بهترین انفاق همو است که برای پدر و مادر مصرف بشه. بله. بهترین پول همو است که برای والدین مصرف بشه. دقیق. بنابراین متاسفانه یک عده میخوان که با همی ترتیب میگوین که ادای مسئولیت کنیم در برابر والدین، در حالی که نمیشه. و این قضیه زکات برای سید سادات به خاطر ازی درست نیست که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات نگرفته و اینا خود رو منسوب به خاندان پیامبر و پیامبر میکنن. بنابراین نباید برای اینا زکات داده بشه. و زکات برای کسایی که مستحقن که باید به اونها زکات داده بشه، در قرآن مشخصه، در سوره توبه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 گروه در اونجا خداوند ذکر میکنه، میگه زکات برای اینهاست، برشان داده شده. مثلا فقیر است، مسکین است و مؤلفة قلوب میگوین کسی که به خاطر اینکه دلش به اسلام گراییده بشه و به اصطلاح گرم بشه، نیاز به کمک داره، برش همکاری میکنیم. و کسایی که مسئولیت جمع‌آوری زکات دارن، کسایی که در راه خدا تلاش میکنن، مسافری که در راه خدا بند مانده، اصلا ولو که در کشور خودش، در جای خودش سرمایه دار باشه، ولیکن امروز بند مانده. خب احکام قرآن بیشتر به اصطلاح زمان نزول قرآن تمثیل میکنه برای ما. در وقتا مثلا افرادی بوده که کشوری به کشور دیگه وقتی سفر میکرده، از همه چیز به دور بوده، امکانات به اصطلاح فاقد امکانات بوده، و مخاطب قرآن میگه که برای کسی که در راه بند مانده باشه، کسی که قرضدار است، کسی که در زندان است، برایش پول تعیین شده که نمیقدر پول بپردازه تا زندان آزاد بشه. بنابراین برای این افراد جواز داره که زکات خود بدهیم. و یک نکته دیگه هم که در اینجا قابل تذکر است، بسیار از عزیزان پرسان میکنن که ما در وقتی که زکات میدهیم برای طرف بگوییم که این زکات است یا لازم نیست گفتنش؟ ببینید در صورتی که شما طرف میفهمین، میدانین، مطمئن هستین که او فقیر است، مستحق است، هیچ لازم به تذکر این نیست که شما برش بگین که اینمی پول زکات است، بگیری پول. بله. اما اگر در صورتی که طرف نمیشناسین، در صورت به خاطر این برش تذکر میدین که این پول زکات است که مبادا او سرمایه دار باشه میگه که من زکات نمیگیرم، یا سید باشه میگه من زکات نمیگیرم، یا مثلا افرادی باشه که برش زکات درست نباشه بگه یا نخواه زکات، اصلا ما کسایی داریم در جامعه که سید هم نیست، مثلا کدام مشکلی دیگه هم نداره، اما زکات نمیگیرن. نظر به مو
عفافی که دارن یا غنایی که دارن حاضر نیست به اصطلاح بپذیر زکات. میگه میرم کار میکنم، چرا بیام زکات بگیرم زکات بخورم؟ نخو میگه خیرات خور نیست. بله بله راست میگه. انشالله که از زمان پیام گرفته باشه. گرفته باشن. استاد فقط دمی یک نقطه دیگر هم اضافه کنین که بعضی کسایی تو فکر میکنن که خب زکات باید به فقرا داده شوه، اما اگر خواهر یا برادرشان مستحق زکات است، شما چی فکر میکنین که اول به خانواده خود یا به نزدیکان خود بتن، بعد از او باز از او القب کلانتر شد؟ بعضا این دوستا فکر میکنین میگن نه، به نزدیکا باید داده نشه، بر فقرا بیرون از القه نزدیکای خود داده شوند. نظر شما بسیار بسیار نکته خوب را اشاره کردین. ببین یکی از جمله تاکیدات دینی اسلام هم همیست که برای هر کسی که شما زکات را برای خویشاوندان خود بدهید. بله. چرا؟ به خاطر دو دلیل. بله. اولی که او خویشاوند است، مستحق‌تر است نسبت به دیگر افراد به شما، به خاطر صله رحمی و ادای حقش. و همون خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که شما مثلا صدقه و انفاقی که برای خویشاوندتان میکنین دو برابر پاداش داره. یکی مثلا اجر و پاداش خویشاوندی داره، صله رحمی داره، و یکی به اجر و پاداش صدقه داره. بله. دوم به این دلیل برای خویشاوندانتان به خاطر اینکه شما میشناسید اونا که واقعا مستحق است در بینشان کسایی آگاه هستین از بنا هیچ جای شک و تردیدی نیست که طرف میفهمه که به اصطلاح این آدم از فامیلایش است، قومایش است، قریهش است، به اصطلاح از دیار و ناحیهشان است، خویشاوندش است، میفهمه آدم مستحق است. بله. بنا زکات هم برای یک آدم مستحق است. به این دلیل شما زکاتتان را برای خویشاوندانتان در اولویت قرار بدهید. بله. اما اگر مثلا در بین فامیل کسی مستحقی نبود یا افراد دیگری خیلی به مراتب مستحقتر و فقیرتر و پریشانتر از فامیلای ما بودن، از نزدیکان و خویشاوندان ما بودن، در این صورت باید اونا ترجیح بدیم برای دیگر را بدیم. در باب خواهر و برادر من پیشترم اشاره کردم دو تا شرط داره. یکی ای که با شما یک جا زندگی نکنن، به خاطر از اینکه شما زکاتی که با اونا میدید خودید از او استفاده نکنید دیگه. به همون خاطر زکاتی مثلا پدر برای پسر و دخترش مثلا که در او با او زندگی میکنن در خانه برای همسرش جواز نداره، چون این زکاته که به اینا میده خب باز خودش داره، اما سفره مینشینه از او استفاده می. بله. در صورتی که خواهر و برادر مستقل جدا زندگی دارن یک مسئله، و دوم فقیره. این یک باریکی داره. بسیاری از افراد فکر میکنه میگه اولا میگه خواهر و برادر این بالاخره جدا از ما هستن، اما فقیر باشه یا نباشه ما زکات خود به اون میدیم. نه. زکات برای فقیر است. در صورتی که فقیر و مستضعف مستحق برش بده. بله. اما اگر در صورتی که مستحق نیست باید به اصطلاح حق فقرا بود داده بشه. بله. بسیار تشکر استاد. انشاءالله که در موضوع یا باب زکات در این هفته برنامه سلام کل دوستان همه معلومات و موارد گرفتن، چون ماه مبارک رمضان هم است. دوستانی که تصمیم دارن دیگه تمام جزئیات شنیدن، بعضی کسا تیر خدا نبیارن که اگر پول دارن پیسه دارن و بگ نحوی خودم بازی نتن، از لحاظ میتونن که از این فرصت استفاده شوه و ایگه به کی داده شوه، به چی مقدار کلش. استاد تشکر کردن. استاد بسیار تشکر به برنامه سلام از این هفته ما همه قدر بود. اگه کدام نکته دیگه نیست استاد انشاءالله که تا هفته بعد خوب و خوش و آرام باشین.